در حال آماده کردن غذا چی از ماسموسی رو کشک و بادمجون و شیرازی و فلان و کوبیده و اینا در حال آماده کردن. اینم جلوی رستوران و اول صبح هم هست. این سینیا رو من یکیش قراره برنج بشه پرش، یکی دیگه هم قراره که یه سری مخلفات توش باشه. من شرکت قبلی رو جابجا کردم، اومدم توی شرکت دیگه، الان شدم مدیر آیتی و امروز روز به قولی اینترنشنال فود دی، یه همچین چیزی، روز جهانی غذا هست. بعد از هر کی گفتن که غذای یا که بپزه یا غذای مثلا ملی خودش رو برداره بیاره، منم چون آمار از قبل میشناختم دیگه هول هولی اومدم اینجا که یه سفره‌ای برام به قولی آماده کنه، یه دو تا سینی کوچولو که ببرم منم بدم به همکارام. آره آمارم شدت مشغوله اینجا، بپرور این کار بکن. آره آره، منطقه خیلی آروم و ساکتی هم هست اینجا. قبلا البته چندین بار اومدم منطقه بلکبرن یا سیاسوخته، چنجه‌ای میزنه. از خصوصیات چنجه‌ای که اینجا درست میکنی برامون یه کوچولو توضیح بدی؟ با گوشت گاو استرالیایی. نه گوسفندیه؟ آره. البته خب یه چیزی من بگم که اینجا گوشت گوسفند و گوشت گوساله و اینا، گوشت همه چی ارزونه. اونجوری نیست که بگی مثلا یارو نمیدونم مثلا ایران گوشت خر بیاد بزنه و اینا چون گوشت گرونه. نه، اینجا گوشت همه چی میشه با قیمت مناسب گرفت. دانکستر کلا گوسفندیه، خب یه گوسفند کلا. آره و کوبیدن بیشترش گوسفندیه. اوکی، عالی. آره، از منطقه دندنون که فروشگاه افغان و یه تعداد فروشگاه ایرانی هست، میشه اونجا قصابی از دانکستر هم هست. دانکستر میگیری یا دندنون؟ نه، دندنون. از دندنون میگیری؟ آ دندنون قصابی هست، قصابی افغان هست. بعد مدام کیلویی فکر کنم 24 دلار گوشت تازه گوسفندی اعلا میفروشن که قیمت خیلی مناسبی واقعا. حالا 24 دلار برای کم بخری احتمالاً عمده بیشتر بخری چون الان ارزان‌تر بوده، بستگی به قسمت گوشت داره. من حالا تو میدونم، ولی خب من یه بار آخه گرفتم، خواستم کباب خودمون درست کنیم بیرون، بعد 24 دلار بود. بعد همخونه‌ایام که سریلانکایی هم هستن کف کرده بودن، میگفت که هیچ عجب گوشتیه و اینا. گفتم خب آره، بقولی گوشت اعلاست دیگه، ذبح حلال به قول میگن، خونش میذارن بره. چون بعضیا میگن حالا فرق میکنه، تو بعضیا میگن نه فرقی نمیکنه همونجوری، بعضیا میگن که فرق میکنه. نظر تو چیه در مورد این ذبح گوشت حالا حلال ذبح یا ناحلال ذبح؟ بعضی کسان سرتیفیکت دارن، خب سرتیفیکت دارن مثلا عربا، بعضی خیلی اصلا حتی میان اینجا میپرسن، بعد چیزا میگیرن، سر میگن اون میگه حلال برداشت حسابی که میگیری سرتیفیکت چه به ما نشون بده، کمپانی چه به ما نشون بده. واو، درجهش خیلی حساسه. عجب جلال خاله. اینا فلفل نه، درجه تندیشون چقدر فکر کنم به مذاق ایرانی تنده. کشک و بادمجون ماشاءالله. میز آسمی، کشک و بادمجون، سالاد شیرازی. منتظر بقیه مخلفات سفره هستیم. به به. یک کبابی راه انداختی. فلفل، یه مثلا فلفل سرخ که چون دو نفر هندی داریم، نمیدونم کبابی طول میکشه. ولی حالا کبابی هم آره، دوتا هم بزنید درم، کباب بد نیست، داره برای قشنگیش. من نمیخوام زیاد سرد بشه. Bye. And there's orange. این ماست موسی رو اینجا خودشون دارن یا درست میکنی چجوریه؟ نه، ما غیر از اون شعبه موسی جون هیچی آماده نمیخریم. همه چی خودمون درست میکنیم. آها اوکی. نه موسی. لازم نمی‌کنم این ماست البته واقعا نه ماست موسی یا ماست مشابه موسی. یه سری مخلفات میشه توی فروشگاه پیدا کرد ولی ماست موسی خیلی ایرانیه. نه، خودمون درست می‌کنیم همه چی. عالی. عجب چیزی. قرمه سبزی هم. حالا خودمون بذار نیست براش داخل چیز. قرمه سبزی که اینه من بذارم داخل این. اونجا می‌ذارمش. اونجا می‌ذارمش که این. اوکی عالی. بذار فایلش کنم. آره مرسی دمت. چه کرد برامون عامر؟ چه کرد؟ حالا ببینم سالم آیا من اینا رو میرسونم؟ یه کارش بکن صاف ببند در اینا که من برسونم صافه. صافی ببین چشون اونجا ببینیم یه ها باز کنم ببینم واکنش دیر خواهد بود. ماشین حالا پارکش کردم برم یه اینجا هم چون ساعتی همه جریانات جا پارک پیدا نمیشه. یعنی دکمه رو اوکی ساعت 2:30 اوکی کارت بزنیم به این پرداخت کنه ماشین برم. حالا چجوری من اینا رو بردارم از تو ماشین؟ سه تا ظرفن باید بگیرم تو دستم. Yeah, that's like I mean, everything happened. And then now I'm overwhelmed because. And then you want to try a little bit of that as well. Yeah. Look at this. Right? I was like, why did you try fish curry? Kind of. Yeah, we got sweeties. I could rest my palate in sugar. Maybe then come back. Eggplant. Which one's veg do you think, Monse? This one is vegetarian, not vegan. This one vegetarian, not vegan. This one, well, it's yogurt, but it has a garlic, not exactly the garlic flavor. Like a tomato. Yeah. And, well, the tomato is vegetarian, I mean vegan. And then the rice also, try the rice. And it's got most of them aren't spicy. Yeah, well, it's not very spicy, really. I can't do 3 meat in rice. With broad beans. I like thinking about it. Fava beans. Yes. That's what? It's fine. Yeah, I'm trying your, what was this one? Vanilla slice. Vanilla slice, which is very, very yummy, soft. And what did you think about this? It was very good. It was so colourful. You just want to dig in and eat every single thing on the tray. When you said it reminded you of... and it reminded me of being on a safari in Dubai. Probably because of the... plate. Oh, how colourful and all the dishes. Very good. I'm so glad. 10 out of 10. Yeah. 10 out of 10. Thank you. Emma, do you have any comments? No, I loved it. It was very good. I was interested how sour it was. Really so you tried the eggplant ones. Sour. Yeah. And that one. That one. The... So I had all those. So okay. And then with the yogurt as well. I liked it. I think, yeah, it sort of works with the rice when you have all of that on one plate. But you did a good job putting all of them on your plate. Yes. Yeah. Beautiful. Thank you. And the lamb. Yes. Where's love the lamb. You love the lamb specifically. Yeah. Yeah. So you got lamb? Lamb, chicken. It's like a shish kebab kind of thing? Shish kebab sort of thing. Phenomenal. Phenomenal. Delicious. Beautiful. Eggplant. What do you think about the... Did anyone like the yogurt? Yeah, it's good. Really good. You get that. But do you have? I have with everything. Ah, beautiful. Already ate the lamb. How about the the sour? It has a hard name. This one, it's called. What's it called? Can you say the ghormeh sabzi? Ghormeh sabzi. Oh, she's good. Sounds like. She's good. You're good. Ghormeh sabzi. Yes. Ghormeh sabzi. Everything we eat is sabzi. Yeah. What's this? That's meat. That's meat. Yeah. But you can have the vegetable. It's yeah. But I will have this. Huh? Sabzi is vegetable. Sabzi, yes. Yes. Yeah, it's cool. So I think because of the, we have a lot of in Farsi and also in India, there's korma. Sabzi. Korma. Korma is the korma. Korma. Yeah, it's the same. Comes from sort of, I think, Indo-Persian thing. So, yeah. Most of the language is based on... so good. Of course! Because... dialects. Yeah, because... like the Mughals that came through... yeah. This step in through Asia came from Persia. Yeah. Because they were